فردی که تازه از یه جنگ خیلی وحشتناک برگشته چجوری میتونه خودش رو با زندگی عادی وفق بده؟ علی خصوص اگه نسبت به زندگی هدفی نداشته باشه و احساس تنهایی شدیدی داشته باشه. برای همچین فردی افسردگی و تنبلی یه رفتار خیلی عادیه. اما آیا این حس‌ها و رفتارها یه روز تبدیل به خشم میشه؟ فیلم تاکسی درایور مربوط به 46 سال قبل میشه. ولی موضوعاتی که توی این فیلم هست خیلی بروزن. موضوع این ویدیو فلسفه یه تاکسی درایوره. تراویس جوونیه که تازه از جنگ بیرون اومده و سعی داره که به زندگی عادی برگرده. اون یه راننده تاکسیه ولی با وجود کار کردن نمیتونه زندگی خودش رو وارد یه روتین عادی بکنه. دوستی نداره و هدفی نداره. حتی انگیزه‌ای برای داشتن اینها هم نداره. اما مسیر زندگی اون با آشنا شدن با دو دختر عوض میشه. به خصوص بتسی تأثیر زیادی روی تراویس میذاره. ابتدای رابطه این دو نفر به هم نزدیک میشن ولی کارهای نامتعادل تراویس بتسی رو از اون دور میکنه. دختر دومی که با تراویس آشنا شده دختریه به نام آیریس. آیریس وارد مسیر بدی شده اما تراویس سعی داره که اون رو از زن بدکار بودن برگردونه. در کل فیلم ما شاهد رابطه ی اشتباه تراویس با این دو دختر هستی. ولی یه موضوع دیگه که فیلم به ما نشون میده تنهایی تراویسه. اون میدونه که تنهاست. تلاش میکنه که با آدمها ارتباط برقرار کنه. اما از نظر اجتماعی ضعف زیادی داره. به همین دلیل بخش زیادی از زندگی خودش رو تنها میگذرونه. آیا کسی که زمان زیادی تنها میمونه میتونه سلامت روان خودش رو حفظ کنه؟ به خصوص کسی که از یه جنگ وحشتناک برگشته و چیزهای خیلی بدی دیده. تنها بودنش چقدر میتونه چیز درستی باشه؟ همه ی مشکلات انسانها از اونجایی شروع میشه که نمیتونن به تنهایی توی یه اتاق و بی سر و صدا بشینن. بلیس پاسکال. منظور از این جمله اینه که تنها بودن باعث میشه انسانها با خودشون روبرو بشن. این روبرو شدن با خود خیلی چیز شیرینی نیست و اکثرا با این سوالات که من چرا تنها؟ من چرا به دنیا آمدم؟ و یا به چه دردی میخورم؟ میگذره. خب قاعدتا کسی که خودش رو درگیر این سوالها میکنه به سختی میتونه زندگی عادی داشته باشه و عذاب میکشه. به همین خاطر انسان از تنهایی فرار میکنه. برای انسان امروزی گوشی، لپتاپ و بازیهای مختلف راه‌های فرار هستند. اما برای تراویس قرص و رانندگی و الکل. بله، رانندگی برای تراویس یه راه فراره. اون تمام روز رانندگی میکنه، حتی شبها هم رانندگی میکنه. دلیل این موضوع پول در آوردن بیشتر نیست. اون نمیتونه شبا بخوابه و خب ترجیح میده به جای اینکه با افکار خودش تنها باشه رانندگی کنه. اما حتی وقتی این کار رو میکنه هم نمیتونه از تنهایی فرار کنه. با وجود ارتباط محدودی که توی تاکسی با مردم داره ولی بازم به عنوان یه فرد غریبه چند دقیقه وارد زندگی مردم میشه و کسی از حضور اون باخبر نمیشه. تنها چاره تنها نبودن ارتباط داشتن با بقیه است. اما مشکلی که این افراد دارن اینه که نمیتونن ارتباط برقرار کنن چون روابط اجتماعی ضعیفی دارن. تراویس هم سعی میکنه با مردم به خصوص با خانوم ها ارتباط برقرار کنه اما رفتار خیلی عجیبی داره. در واقع اوایل رابطه با بتسی خوب بود ولی با رفتارهای عجیبش اونو از خودش دور کرد. چرا تراویس احساس مسئولیت خیلی شدیدی نسبت به زندگی دو زنی که وارد زندگی اون شدن داره؟ در واقع سعی داره نقش نجات دهنده رو بازی کنه در حالی که زندگی خودش رو نتونسته درست کنه. کارل یونگ یه الگویی به نام قهرمان رو بیان میکنه که خیلی شبیه به وضعیت تاکسی درایوره. کارل یونگ ادعا میکنه که در وجود هر انسانی به خصوص مردها آرزوی قهرمان شدن وجود داره. اینکه شخص بتونه وارد زندگی افراد محبوب خودش بشه و چیزهای خراب زندگی اون افراد رو درست کنه. تراویس هم میخواد نقش یه قهرمان رو توی زندگی این دو دختر داشته باشه. حتی لباس قهرمانی خودش رو در نیمه دوم فیلم هم میسازه.
اون سعی داره خودش رو شبیه به یک کاوبوی بکنه. اما فلسفه تراویس محدود به این مطالب نمیشه. برای بیشتر آشنا شدن با تراویس باید به گذشته تراویس بریم. همونطور که گفتم، تراویس از جنگ ویتنام برگشته. ما نباید به سادگی از جنگ ویتنام بگذریم. این جنگ واقعا یه جنگ وحشتناک بود. با چیزهایی که از سربازهای این جنگ شنیدیم، با وجود گذشت 50 سال هنوز نتونستن خاطرات بد این جنگ رو فراموش کنن. با وجود همه ی آسیب‌هایی که از جنگ بر روی افراد مونده، به علاوه تنهایی میتونه نتایج خیلی وحشتناکی داشته باشه. در بخش‌های پایانی فیلم، تراویس برنامه قتل یک فرد سیاسی رو داره که بتسی توی حوزه انتخاباتی اون مشغول به کار بود. تراویس هیچ انگیزه و هدفی برای این کار خودش نداره. اون قبل از انجام این کار موهای خودش رو به سبک موهافک تراشید. این موضوع نشون دهنده اینه که دیگه بیخیال همه چیز شده و فکر میکنه که دیگه نمیتونه چیزی رو تو زندگی خودش درست کنه. چون سبک موی موهافک برای سربازانی بود که برای جوخه انتحار بودن و آماده مرگ. تراویس به محل برگزاری همایش برای ترور اون فرد سیاسی میره، ولی موفق به انجام این کار نمیشه. به همین دلیل مطمئن میشه که دیگه بتسی رو نمیتونه نجات بده و میره سراغ دختر بعدی. اون گروهی که آیریس رو به عنوان فاحشه به کار گرفته بودن رو میکشه و به نوعی به هدف خودش میرسه. اون با این کار توی روزنامه ها و جامعه به عنوان قهرمان نامیده شد. در حالی که اگر میتونست ترور اون فرد رو انجام بده، به عنوان تروریست یاد میشد. کاری که این کاراکتر با بیننده های این فیلم کرد این بود که باعث شد همه خودشون رو جای تراویس بذارن و چیزهایی از خودشون رو در تراویس پیدا کنن. ماها از تبدیل شدن به این مرد وحشت داریم، ولی اینو میتونیم ببینیم که چقدر شبیه به ماست.